اگه دنبال یه لپتاپ رده بالا میگردید که هم سخت افزار قدرتمندی داشته باشه، هم باتری خوبی داشته باشه، هم صفحه نمایشش خیلی خوب باشه و در این حال سبک و جمع جور هم باشه و بتونید راحت با خودتون جابجا کنید و کلی هم امکانات AI که مال سال 2024 رو داخل دل خودش داشته باشه، زفیروس G14 قطعاً یکی از انتخاباتونه. مدل 2024ش رو نمیتونید فراموش بکنید و باید حتما بذارید تو لیست انتخاباتون. با ما همراه بشید. امروز قراره 10 تا ویژگی جذاب این لپتاپ دوست داشتنی رو بهتون معرفی کنم. سلام، من اردشیر کاویانی هم اینجا کانال چهارراه کامپیوتره و بریم سراغ زفیروس G14. همونجوری که گفتم 10 تا ویژگی جذاب این لپتاپ رو میخوام بهتون معرفی کنم. این لپتاپ رو قبلا امین خلیقی از کانال بینوشا بررسی کرده، من لینک بررسیش رو واسهتون پایین میذارم و بچه‌های بنچفا هم اون رو بررسی کردن، بررسی تخصصی‌تر و بنچمارکاش رو گرفتن. حتما به کانال بینوشا و کانال بنچفا سر بزنید، ویدیوهای بررسی دقیق‌تر رو ببینید، به خاطر اینکه اگه می‌خواید این همه پول بدید بابت لپتاپ، لازمه که حتما درست حسابی تحقیق کرده باشید در موردش. بریم سراغ زفیروس G14 2024 ببینیم که این لپتاپ چه ویژگی‌های جذابی داره. اولین ویژگی جذاب، سخت افزار بسیار قدرتمند این لپتاپه. این لپتاپ یه دونه پردازنده رایزن 9، یعنی پردازنده AMD رایزن 9 8945 HS داخل خودش داره که اسم AI رو هم با خودش یدک میکشه و این اسم AI به خاطر اینه که AMD یه سری قابلیت AI رو به این پردازنده اضافه کرده که این پردازنده اونها رو جداگونه قراره پردازش بکنه، که در ادامه چند تاشو به تو معرفی میکنم، ولی خیلی بیشتر از این حرفاست. در کنارش یه دونه پردازنده گرافیکی داخلی 780M داخل خودش داره، به اضافه یه دونه RTX 4070 که 90 وات هم مصرف برقش هستش، که خب لپتاپ رو خیلی لپتاپ قدرتمندی میکنه. در کنار اون، این مدلی که اینجاست 32 گیگابایت رم LPDDR5 GDDR6 داخل خودش داره، 32 گیگم. مدل 16 گیگم داره که به نظرم خیلی معقول نیستش مدل 16 گیگ رو بخواید بگیرید، مدل 32 گیگ رو بگیرید. چرا؟ چون که رمش قابل ارتقا نیست. چون قابل ارتقا نیست، به نظرم همون مدل 32 گیگ رو خریداری بکنید. در کنار اینا 1 ترابایت حافظه SSD داره داخل خودش که PCIe Gen 4 هم هست و قابل عوض شدنه. بعضی جا دیدم گفتن قابل عوض شدن نیست، ولی داخل لپتاپ رو که دیدم قابل عوض شدنه و میتونید بردارید اگه خواستید بعدم عوضش کنید، ولی جایی اضافه نداره. این جایی اضافه نداشتن تو لپتاپ 14 اینچی خیلی هم اوکیه، جا نمیشه، ولی اینکه تو مدل 16 اینچیش هم جای اضافه رو نذاشته دیگه واسه من یه ذره علامت سواله. به نظرم تو مدل 16 اینچی جا داشت که یه دونه جای اضافه برای اضافه کردن SSD برامون بذاره، ولی وجود نداره. پس این لپتاپ یه مدل 16 اینچی هم داره اگه خواستید تهیه بکنید، که البته فکر نمی‌کنم تو بازار ایران اومده باشه هنوز. در کنار اون کلی پورت داره، میشه گفت فول پورت. یه دونه جک هدفون داخل خودش داره، یه دونه HDMI 2.1 ساپورت میکنه، دو تا USB 3.2 Gen 2 تایپ A داره، یه دونه USB 3.2 تایپ C داره که دیسپلی پورت هم ساپورت میکنه، یه دونه USB تایپ C USB 4 داره که این هم دیسپلی پورت ساپورت میکنه هم پاور دلیوری داره. پس شما میتونید دو تا خروجی تصویر ازش بگیرید، یه دونه هم HDMI خروجی تصویر بگیرید، 4 تا تصویر میتونید داشته باشید به کمک خودش، و با یه دونه از این پورت ها هم میتونید لپتاپ رو شارژ بکنید. با اون پورت USB تایپ C که سمت چپ دستگاه قرار داره میتونید دستگاه رو شارژ بکنید. یه دونه هم پورت شارژر خودشه که پورت شارژر متفاوت شده، همونجوری که دارید میبینید مربع شده و بیزار نقد نسبت به این هست که آقا چرا مربعش کردی که فقط دو جهت جا بره، ولی خب احتمالاً به خاطر اینکه بتونه نازکش بکنه و دایره ذره بزرگتر میشد لپتاپ، مجبور بوده این کارو بکنه. من ترجیح میدادم واقعا یه USB تایپ C میذاشتی جای این و با اون تایپ شارژش میکردی، ولی ایسوس احتمالاً نتونسته اون مقدار توانی که میخواد رو بهش بده و این رو جدا کرده. یه دونم رم ریدر میکرو SD داره توی مدل 14 اینچ و توی مدل 16 اینچ میکرو SD نیستش و SD کامل هستش. این میشه مشخصات پورت های لپتاپ. خب حالا وقتش من تشکر جانانه بکنم از افراشاپ که این لپتاپ رو برای بررسی در اختیارمون قرار داد. ما وقتی گفتیم این لپتاپ رو میخوایم قبول کردن و لپتاپ رو برامون موجود کردن که بتونیم بررسیش بکنیم. اگر قصد خرید لپتاپ های بروز دنیا 2024 2023 یا حتی قدیمی تر
از پایین رده تا بالا رده ترین لپتاپ ها رو دارید، حتما به سایت افروشاپ سر بزنید و قیمتاشون رو مقایسه کنید و با خیال راحت میتونید ازشون خرید کنید. افروشاپ توی شهرهای مختلف فروشگاه حضوری هم داره و اگر بخواید لپتاپ رو براتون میفرستن توی اون شهر، میتونید برید از فروشگاهشون حضوری تحویل بگیرید. این امکان رو هم داره، یه ودیعه میدید و بعد میرید لپتاپ اونجا تحویل میگیرید و هزینه رو پرداخت میکنید. حتما به سایتشون سر بزنید. اگر خواستید خرید کنید، حتما از کد تخفیف 4 راه استفاده کنید. یه تخفیف اضافه تر روی همه تخفیفاشون ازشون بگیرید. دم افروشاپ گرم که این لپتاپ فرستاد واسه بررسی. بریم شروع کنیم. ویژگی جذاب شماره 2، صفحه نمایش فوق العاده با کیفیت که بهتون گفتم. این صفحه نمایش با صفحه نمایش های عادی یه ذره متفاوته. 14 اینچه و مدل 16 اینچ هم گفتم داره، ولی واقعا لب به لب درش آورده و هیچی شما حاشیه اضافه نمیبینید. یه حاشیه کوچولو بالا میبینید، پایین لپتاپ هم جای خالیه که خب برای بستن لپتاپ در نظر گرفته، ولی واقعا از گوشه ها خیلی حاشیه کمه و این خیلی جذابش میکنه. صفحه نمایش 3K یا 2.8K هست، نسبت 16 به 10 داره صفحه نمایش، از جی سینک و AMD سینک هم پشتیبانی میکنه که خب این خیلی جذابش میکنه. کارت گرافیک های ما این قابلیت رو دارن و این صفحه نمایش 120 هرتزی هم از این پشتیبانی میکنه. 120 هرتز ولی یه قابلیتی وجود داره توش به اسم VRR یا Variable Refresh Rate. این Variable Refresh Rate باعث میشه که هر پیکسل بتونه تا 960 هرتز روشن و خاموش بشه و اینه که اون Variable رو براش میسازه. پس بر اساس مقدار مصرفی که دارید میکنید و چیزی که دارید مثلا باش کار میکنید، بازی میکنید یا هر چیزی، صفحه نمایش خودش میتونه هرتزش متفاوت باشه، متغیر باشه و مصرف باتری شما رو کنترل بکنه که خب این خیلی جذابش میکنه و این رو یکی از خاص‌ترین صفحه نمایش‌های دنیا می‌کنه. مورد سوم، این لپتاپ 4 تا کلید کاستومایزبل داره. همونجوری که می‌بینید این 4 تا کلید بالای لپتاپ قابلیت ماکرو شدن دارن، یعنی شما میتونید بهشون دستور بدی که چه کار خاصی انجام بده. تو حالت پیش‌فرض M1 برای کم کردن صداست، M2 برای بلند کردن صدا، M3 برای قطع کردن میکروفون و M4 برای باز کردن همین نرم افزار آرموری کرییت. حتما باید لپتاپتون رو اول ویندوز نصب کنید، بسش بکنید به اینترنت، کلا آپدیت ها رو بگیره، آرموری کرییت رو هم نصب بکنید و خود آرموری کرییت هم آپدیت بشه تا این امکانات رو بهتون بده. حالا شما میتونید هر کدوم از اینا رو خواستید تغییر بدید، یعنی مثلا بگید آقا M1 به جای اینکه بلند کردن صدا باشه، من میخوام مثلا بیاد همین که اینو بزنم بره تو مود اسلیپ. یا از اون جالبتر، شما میتونید بیاید بگید نه نمیخوام این کارو بکنیم، میخوام برام یه ماکرو ران بکنی. یعنی چی؟ بیاید اینجا بگید آقا من میخوام یه ماکرو جدید بسازم. همونجا که میبینید من یه ماکرو قبلا ساختم، حالا یه ماکرو با هم میسازیم. ماکرو 2 رکورد رو میزنم، هر کاری که من الان بکنم این رو ذخیره میکنه و سیوش میکنه. حالا چیکار کنیم؟ مثلا کنترل آر رو میزنم، اینجا میزنم CMD، اینتر رو میزنم، مثلا میام تایپ میکنم پینگ. من خیلی ساده دارم مینویسم که فقط ببینیم چیه. اینتر رو میزنم، میخوام یه پینگ بگیره، کامل این کار داره انجام میده، و اگزیت رو میزنم، تموم. حالا میزنم استوب، این ماکرو رو ذخیره میکنم. چیکار میکنم؟ میام اینجا سیو میزنم، میگم این ماکرو ذخیره شد. برمیگردم دوباره به این صفحه آروجی از توی قسمت کاستومایزبل، اینجا میگم آقا مورد 1 ماکرو 2 رو میخوام اجرا بکنه. خوبه، حالا بریم ما هم دیگه تستش کنیم. من کلید M1 رو روی صفحه فشار میدم، ناگهان CMD باز میشه، تایپ میشه، همون کاری که کردم با همون فاصله زمانی قشنگون دستور اجرا میشه، بعد اگزیت میزنم و بسته میشه. پس اینجوری شما میتونید کلید هاتون رو کاستومایز کنید، حالا هر چیزی که فکر میکنید. اگه لازمه مثلا این کلید رو بزنید وارد بازی فلان بشه، یه کار خاصی انجام بده، بزنید این کار رو انجام بده. هر جوری که دوست دارید میتونید این 4 تا کلید رو کاستومایز کنید که خیلی جذابه. این قابلیت هم همونجوری که دیدید باید وارد آرموری کرییت بشید توی قسمت آروجی زفیروس G14، قسمت کاستومایزبل هاتکی. اینجا میتونید این کار رو انجام بدید. هر وقت هم خواستید میتونید کلش رو برگردید به مدل پیش‌فرض، ماکروهاتون هم میمونه، بعدا میتونید اگه خواستید تغییر بدید، پاک کنید یا هر کار دیگری بکنید. این هم از جذابیت سوم این لپتاپ. مورد چهارم، کیبورد و تاچپد فوق‌العاده این لپتاپه. کیبورد این لپتاپ جزو یکی از بهترین کیبوردهایی که من باشون کار کردم. به نظرم در حد لپتاپای اپل، من خیلی با لپتاپای اپل تازه حالم نمی‌کنم، ولی با این خیلی حال کردم. تنها ایرادی که
جنبش بگیرم اینه که حروف فارسی رو خودش نداره و شما باید حروف فارسی رو بچسبونید و اگه حروف فارسی بچسبونید احتمالاً این روشنایی زیر تصویر رو ازتون میگیره. کیبوردش تک زونه، رنگ سفیده فقط، ولی مدلی هستش که تک زون RGB هم داره که به نظرم اصلا جذاب نیست روی این لپتاپ و من خیلی با این کیبورد حال کردم. کیبوردش فوق العاده است. در کنارش یه تاچپد فوق العاده عالی داره. تاچپد لب به لب لپتاپ قرار گرفت، یعنی از پایین لپتاپ از جایی که شروع میشه تا لب کیبورد تاچپده. فرمانهای صوت، فرمانهایی که میشه بهش داد و به راحتی ساپورت میکنه. هر کاری بخواید میتونید با این لپتاپ با تاچپدش انجام بدید و واقعا با اینکه داخل جعبه لپتاپ یه موس وجود داره که یه موس گیمینگ خوبه واسه میتونید باش کار بکنید، من اصلا توی این مدت نیازی نبود که موس بخوام دست بگیرم، انقدر که این تاچپد خوبه و درست کار میکنه. پس تاچپد و کیبوردش هم فوق العاده است. ویژگی پنجم که برای من خیلی مهمه سبک بودن لپتاپ. شما لپتاپ رو نگاه کنید چقدر سبکه، با یه لپتاپ بسیار سبک طرفید و در عین حال به واسطه اینکه CPU AMD داره و CPU AMD یه کارت گرافیک AMD هم داخل خودش داره، شما اگر بخواید از باتری لپتاپ استفاده کنید بسیار خوب بهتون باتری میده. نمیگم به زنبوکه میرسه، زنبوکه راحت 8-9 ساعت رو بهتون باتری میداد، ولی این لپتاپ 5 ساعت راحت بهتون باتری میده و 5 ساعت میتونید کار بکنید. البته روی مود استاندارد و اگه برید روی مود پرفورمنس این کاهش پیدا میکنه تا 3-4 ساعت میتونید کار بکنید، ولی روی مود استاندارد 5-6 ساعت به راحتی میتونید کار بکنید با لپتاپ. پس اگه لازم شد لپتاپ با خودتون بیرون ببرید اوکیه، کاملا جوابگویتون هست. و مورد بعدی، ویژگی ششم یا بسیار جذاب دیگه این لپتاپ اینه که ایسوس به من و شما احترام گذاشته، گفته آقا داری یه لپتاپی میخری که من ادعا میکنم قراره سبک باشه، بتونی با خودت راحت این ور اون ورش بکنی. اوکی، حالا اگه بیام یه شارژر 2 کیلویی بهت بدم دیگه این لپتاپ سبکیش از بین میره که به دردت نمیخوره. پس چیکار کرده؟ 2 تا شارژر داخل جعبه لپتاپ گذاشته، یه شارژر اصلی که به پورت اصلی لپتاپ میخوره و وقتی اون رو وصل میکنید میتونید از کارت گرافیک RTX استفاده کنید و یه شارژر کوچیکتر همراه که اون رو میتونید به پورت USB تایپ C این سمت بزنید و باش کار بکنید. وقتی این رو وصل بکنید کارت گرافیک داخلی واسهتون فعال میشه و اگر میخواید برید بیرون و نیازی به قدرت پردازشی بالا نداری، قرار جایی ببری با خودت لپتاپو، فقط شارژر کوچیکه رو بردار با خودت ببر، کارتو کاملا راه میندازه، همه کاراتو میتونی انجام بدی، کارت گرافیک داخلی قدرتمند همه کار میکنه. فقط اگه خواستی رندر بگیری، خواستی بازی بکنی به درد نمیخوره، نرو سراغ این و حتما برو سراغ اون یکی شارژره. ولی اینکه 2 تا شارژر داخل جعبه لپتاپ گذاشته به نظر من احترام به مخاطبه و دم ایسوس گم، خیلی پیشنهاد خوبیه و خیلی کار خوبی کرده. خب اینا رو گفتیم قابلیت‌های AI، بذارید یه ذره قابلیت‌های AI رو هم بهتون نشون بدم. این لپتاپ کارت صداش برای قابلیت‌های AI بهینه شده، یعنی هم میکروفونش و هم اسپیکرهاش کاملا برای این کار بهینه شدن. بذارید بریم تو نرم افزار فقط بهتون نشون بدم چه قابلیتایی داره. من نرم افزار آرموری کرییت رو باز میکنم، میام توی قسمت آدیو، همونجوری که میبینید میکروفونش میتونید روشن بکنید میکروفون مودش رو که وقتی روشن بکنید کلی گزینه بهتون میده، مثلا نویز کنسلینگ پیش فرضی که خودش داره. و نویز کنسلینگ رو از کجا بگیره؟ فقط روبرو رو بیاد نویز کنسل بکنه، یا نه شما کنفرانس AI نویز کنسلینگ میخواهید داشته باشی، میخوای کنفرانس برگزار بکنی ولی میخوای نویز اضافه دور و اطراف رو هم بگیری. مثلا من این رو روشن میکنم الان، میذارم روی این مود و از یکی که از صدای رو هم وسطون میذارم روی حالت لو هستیم الان. الان میام مثلا روی حالت مید، یه ذره سر صداهای اضافه هم درست میکنم ببینیم چه جوریه، و روی حالت های مثلا من سری سر صدا اینجا درست میکنم. خب این میبینید که داره چه جوری کار میکنه. گزینه‌های دیگری هم داره، استریو اینهانس مود داره، از چند طرف به صورت استریو صدا رو ضبط بکنه، یا مالتی پرزنتر مود هستید، شما نشستید داری یه پادکست ضبط می‌کنی، لپتاپ تو گوشی می‌خوای صدای اونورم بگیره، صدای اونورم می‌تونه بگیره واسهتون، تمرکز وقتی بذاری روی این حالت تمرکز رو می‌ذاره که صدای کل اطراف رو واسهتون ضبط بکنه شما و روبرو. روی مالتی وقتی روی 360 درجه بذاری همه جهات رو صداشو سعی می‌کنه ضبط بکنه. این میشه قابلیت‌های AI که AMD اومده داخلش گذاشته و ایسوس هم براش نرم افزار رو نوشته. حواستون باشه وقتی سی پی یو شما این قابلیت رو داره، شرکت های دیگه هم میان کم کم نرم افزارهاشون رو مینویسن با AI و کم کم این رو بهینه میکنن، نرم افزارهای بهتری با کمک AI شما به دست میارید. این تفاوت این نسخه با نسخه سال قبل هست به نظر من. و اسپیکرش هم قابلیت همونجوری قابلیت AI نویز
کنسلینگ رو داره داخل خودش که اگر نویز اضافه ای هست توی اسپیکر هم پخش نشه. حالا که گفتم اسپیکر، اینم بگم یکی از بهترین اسپیکرهایی هستش که شما امکان داره توی لپتاپ ببینید. من توی اتاق خودم هم با این هم با اسپیکری که رو کامپیوتر خودم از تست گرفتم و واقعا هم وضوح صدا هم بلندی صدا در حد معقول کافیه و خیلی بهتر از اسپیکرهای خودم بود روی کامپیوتر خودم. این صدایی که جلوی میشینی باش فیلم میبینی فوق‌العاده است و اصلا اذیتت نمیکنه و کم هم نمیاره. من تو اتاقم رو نصف داشتم صداش رو گوش میدادم وقتی داشتم یه فیلم باش میدیدم. اونورم البته خب رو نصف میذارم، ولی خب اونجا اسپیکر دوتا اسپیکر گنده است، این به نظر دوتا اسپیکر کوچیکه، ولی 6 تا اسپیکر داره این لپتاپ. اینم بدونید دوتا اسپیکر این گوشه ها پایین قرار گرفته و 4 تا این بالا، سابوفراش اینجاست و اونور بالا، 6 تا اسپیکر داره. پس اسپیکرهای خیلی قدرتمندی هم داره. اینم از قابلیت اسپیکرهاش و قابلیت نویز کنسلینگش. در کنار این خب وبکمش هم قابلیت های AI رو داره بهره برداری میکنه. من کامرا رو هم باز کنم، کیفیت دوربین رو ببینید، فوق العاده است کیفیت دوربین، اصلا آدم تعجب میکنه چقدر خوبه واقعا. من ویدیو قبلی رو نگاه کنید، روی ایسره که تست گرفته بودم اینجا هم همه سوخته بود، ولی الان نگاه کنید با اینکه نور زیاده ولی چقدر خوب درآورده و کیفیتش خیلی خوبه. حالا اون قابلیت های ویندوز استودیو افکت هم وجود داره دیگه، بک‌گراند بلر کردن همونجوری که میبینید یا اوتو فریمینگ و آی کانتکت که قبلا در موردشون صحبت کردیم. پس اینم از وبکمش که فوق العاده کیفیت خوبی داره. اینقدر این لپتاپ ویژگی جذاب داره که الان که دارم بیرولاشو ضبط میکنم یادم افتاد که اصلا یادم رفت بهتون بگم وبکمش قابلیت فیس ریکوگنیشن هم داره و با صورتتون میتونه صفحه رو براتون قفلشو باز بکنه. در مورد اینم قبلا ویدیو ساختم، ولی این یه ذره متفاوت تره چون که دو تا سنسور داره و خیلی هم قشنگ این کارو انجام میده که حالا نمونهش رو دیدید. اینم یادم رفت بهتون بگم. مورد نهم، این لپتاپ دو تا نرم افزار اختصاصی داره، یه دونه افزار مای ایسوس و یه دونه آرموری کرییت. مورد نهم ما نرم افزار مای ایسوسه. من قبلا در مورد مای ایسوس هم ویدیو ساختم، همه امکاناتش نمیگم، ولی یه نگاه به امکاناتش بندازیم ببینیم چه امکانات باحالی داره در دو خودش. اگه خارج کشور زندگی میکنید و این لپتاپ میگیرید حتما بیاید از اینجا گارانتیتون رو فعال بکنید، پروداکتتون رو رجیستر بکنید. ولی نگاه کنید باتری رو نشون میده بهتون، سی پی یو لود رو داری، مموری رو داری، دیسکتون چقدر استفاده شده، یه سری قابلیت نرم افزار رو اینجا میاره. توی قسمت دیوایس ستینگش قابلیت های جذابی بهتون میده، مثلا باتری کیر. اگه باتری کیر رو روشن بکنید باتری شما تا 80% شارژ شد دیگه شارژ نمیشه، نگه میداره که عمر سلامت باتریتون رو افزایش بده. اگه خواستید ولی میتونید بگید آقا نه فعلا مثلا بخوام همون 100% باشه خاموشش کنم، یا یه بار فعلا یه بار پر بشه بعدش دوباره 24% بعد برو رو 80%. اینم امکانات دیگریه که داره. مورد 10، نرم افزار آرموری کرییت، یه نرم افزار فوق العاده قدرتمند که برای این لپتاپ خیلی هم خاص‌تر شده و کلی امکانات جذاب داره. مثلا همین اسلش پشت لپتاپ رو شما میتونید کاملا توی این افزار کانفیگ بکنید، دسته‌بندی کنید که چه کار انجام بده. من یه نگاه مختصر میخوام به قابلیت‌های این افزار بندازم که خیلی هم جذابه. نگاه کنید این افزار رو که باز میکنید اینجا مشخصات رو نوشته، کلی امکانات اینجا بهتون میده، سرعت فنتون رو ببینید، اگه خواستید جی پی یو مودتون رو تنظیم کنید که روی التیمیت باشه، استاندارد باشه، اکو مود باشه یا اپتیمایز باشه، اینا قابل تنظیمه. همین اسلشی که گفتم اینجا قابل تنظیمه، حتی میتونید نوتیفیکیشن براش تعریف کنید که بهتون میگم و یه سری چیزهای دیگه. اینجا روی گزینه دیوایس که بزنید ROG زفیروس G14 رو انتخاب کنید، اصل قضیه اینجاست. میتونید مموریتون رو اگه خواستید تنظیم کنید، خالیش بکنید یا هر چیزی. جی پی یو پاورتون رو میتونید از اینجا تنظیم کنید. یه قابلیت جذابش اینه وقتی روی کارت گرافیک داخلیش هستید میتونید اینجا بگید چقدر رم استفاده کن، 1 گیگ، 2 گیگ، 5 گیگ، 8 گیگ. شما میتونید رم به این اختصاص بدید، خیلی جذابش میکنه. شما میتونید اینو 8 گیگ بذارید و باش گیم بزنی، واقعا گیمای سبک و خوبو میتونید با همین کارت گرافیک بزنی و اصلا نیازی نیست بری سراغ اون یک کارت گرافیک. پس وقتی لپتاپ بردی بیرون هم همچنان واسط کاربرد داره. کاستومایزبل هاتکی رو که گفتم، شما میتونید چجوری کاستومایز کنید. لایتینگ داره، اینجا میتونید نور صفحه کلیدتون رو اگه خواستید تغییر بدید توی مودهای مختلف قرار بدید. و اسلش لایتینگ، این اسلش لایتینگ واقعا حتی یک ویدیو جداگونه هم میشه در موردش رفت، اینقدر امکانات باحال داره، ولی من کوچولو بهتون معرفی میکنم. چنج تم رو که بزنید بین تم‌های مختلف میتونید این اسلش لایتینگ رو تغییر بدید که میخواید تو کدوم تم قرار بگیره. مثلا من میذارم روی این مود رزونانس اپلای میکنم، خب ناگهان چشمک زدن متفاوت شد. حالا چند مدل مختلف داره، مثلا یا آقا سونیک مچ میخوای باشه
و سنسیویتی چقدر باشه هر چیزی، مثلا رمپ میخوام باشه این شکلی شروع میکنه پر شدن، خیلی جذابه دیگه. اینتروال میتونید بدید چقدر طول بکشه کم زیاد بشه، برایتنس رو حتی کم کنید، با برایتنس کمتر باشه باتری کمتری مصرف کنه. ولی اگه این لپتاپ خریدی واسه قیافش هم خریدی دیگه، بذارید همش چشمک بزنه یه ذره باتری بیشتر مصرف شه، اشکال نداره. حتی میتونید اپ نوتیفیکیشن فعال کنید روی اپ های مختلفی که از این قابلیت ساپورت میکنن، اونجا براتون امکانات بذارید. آدیو رو گفتم، ریسورس مانیتور وجود داره، شما میتونید اینجا ریسورس ها مانیتور کنید، سیستمتون رو ببینید سی پی یوتون چقدر مصرف میکنه، رم چقدر مصرف میکنه و هر چیزی. و مدل مدرن استندبای اسیست داره که توی حالت استندبای چه کاری بکنه و همین. این میشه قابلیت های جذاب این نرم افزار. حواستون باشه اگر رفتید توی قسمت lighting/lighting و دیدید گفته حتما باید آپدیت کنید نرم افزار رو، حتما بیاید اینجا وارد سیتینگ بشید، اینجا توی آپدیت سنتر بذارید کل آپدیت ها رو بگیره، کامپیوترتون رو ریستارت کنید بیاد بالا و اون قسمت درست میشه. اگه آپدیت نصفه مونده باشه رو لپتاپ، اون قسمت لایتینگ کار نمیکنه و دیگه تنظیماتش رو نمیتونید تغییر بدید. اینو حواستون باشه. این نرم افزار آرموری هم کلی امکانات دیگه داره که من قبلا در موردش ویدیو ساختم، لینکش رو واسهتون قرار میدم. 10 تا مورد رو گفتم ولی بذارید یه دونه هم اضافه تر بهتون بگم. این لپتاپ بدنش یک تیک استیل کامل بوده که اومدن CNC برش دادن. کیفیت ساختش فوق العاده زیاده، مخصوصا شما وقتی دست به کیبورد بزنید کاملا متوجه این قضیه میشید. پس اگه این لپتاپ دستتون رسید یه ذره دقت بکنید ببینید که چقدر لبه ها تمیز در اومده، همه چی تمیز تمیزه، چون که با CNC برش خورده و یه دونه قالب یک تیکه هستش. خب همه اینا رو گفتیم ولی بذارید چند تا ایراد کوچولو هم بگیریم. مورد اول، کارت شبکه یا پورت RJ45 نداره، قابل دفاعه. چرا؟ چون توی همه لپتاپ های نازک این مورد حذف شده. اگه میخوای لپتاپ کوچیک و جمع و جور و نازک باشه مجبورن حذفش بکنن، ولی به جاش یه دونه وایفای 6E توش قرار داده که شما یه کارت وایرلس بسیار قدرتمند دارید در کنارش که میتونه اون رو پوشش بده. و این USB Type-C ها واسه اینکه شما یه دونه تبدیل بزنید و کارت شبکه وصل کنید دیگه. روی بقیه دیوایس های کوچیک هم همینه، روی سرفیس ها هم شما مجبورید حتما از اون تبدیل ها داشته باشید. پس این قابل دفاعه. تاندربولت نداره به خاطر اینکه AMD تاندربولت نداره و کاری نمیتونسته بکنه، ولی به جاش یه USB 4 گذاشته واسمون که همون سرعت تاندربولت رو میده بهمون، پس اوکییم باش و مشکلی بابت این قضیه نداریم. مورد بعدی، رمش قابل ارتقا نیست. اگر رفتی مدل 16 گیگ رو خریدی حرفتون درسته، رم قابل ارتقا نیست و خوب نیست، ولی اگه مدل 32 گیگ خریدی دیگه رم قابل ارتقا نیاز داره، چون حداکثر چیزی که ساپورت میکنه کلا 32 گیگه، پس این مشکلی نداره از این بابت. ولی خب شاید توی تعمیر به مشکل بخورید اگر بخواد تعمیر بشه، حرفتون اون موقع درسته. مورد اصلی که به نظرم ایراد اصلی این لپتاپه همون چیزی که اول کار گفتم، اینکه آقا جای SSD اضافه نداره. بازم تو مدل 14 اینچ برای من قابل تحمله، جاشو نداری بذاری، ولی تو 16 اینچ دیگه بذار حداقل این موردو، تو 16 اینچ که لازم بود دیگه بذاری، اونقدر جا نمیگرفت، یه ذره باتریت کوچیک‌تر می‌کردی، یه دونه اونو اضافه تر می‌کردی. امیدوارم که ویدیو به دردتون خورده باشه و دوست داشته باشید. من سعی کردم 10 تا ویژگی جذاب بگم، ایراده تا لپتاپ رو هم بگم. حتما به کانال بینوشا و کانال بنچ فاسر بزنید، ویدیوهای بررسی دقیق‌تر رو ببینید، به خاطر اینکه اگه می‌خواید این همه پول بدید بابت لپتاپ لازمه که حتما درست حسابی تحقیق کرده باشید. در موردش دم افراشاپ کردم که این لپتاپ فرستاد واسه بررسی، حتما به سایتشون سر بزنید، از کد تخفیف 4 کامتر استفاده بکنید که تخفیف اضافه‌تر ازشون بگیرید. مرسی، فعلا خدا نگهدار.